130 هزار دانش آموز مسلمان روهینگیایی که از چند سال پیش در کشور بنگلادش به همراه خانواده هایشان در اردوگاه های آوارگان زندگی می کنند از تحصیل محروم بودند. حالا اخباری منتشر شده که حاکی از آن است که این دانش آموزان به حق تحصیل دست یافتند و از این پس می توانند درس بخوانند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. دولت بنگلادش به سازمان ملل اجازه داد برنامه تحصیلی کودکان مسلمان و آواره را تدوین کند. در همین راستا خبرگزاری فرانس 24 در گزارشی نوشت برای نزدیک به نیم دهه تعداد زیادی از کودکان پناهنده در اردوگاه های محقر کاکس بازار در بنگلادش تحصیلات کمی دریافت کردند یا اصلا تحصیل نداشتند. چون دولت داکا می ترسید که آموزش و پرورش نشان دهنده پذیرش آوارگان روهینیگا باشد و آنها به این زودی ها به خانه های خود نروند. با این حال مقام های بنگلادش سرانجام به یونیسف اجازه دادند تا برنامه مدارس خود را برای تحت پوشش قرار دادن 130 هزار کودک روهینیگا و در نهایت همه کسانی که در اردوگاه هستند افزایش دهد. اما بنگلادش که قصد دارد به هر قیمتی شده آوارگان روحینیگا را روزی به میانمار بازگرداند همه برنامه درسی را به زبان برمه تدوین کرده و مطابق آنچه در میانمار بود دانش آموزان مسلمان باید ابتدای کلاس ها سرود کشورشان را بخوانند و به زبان برمه و با برنامه درسی کشورشان آموزش ببینند. این در حالی است که هم حکومت دموکراتیک و سرنگون شده ی میانمار و هم دولت کودتای فعلی اصولا آوارگان روهینیگا را بنگالی دانسته و به هیچ عنوان حاضر به پذیرش آنها نیستند. گفتنی است پنج سال پیش در چنین روزهای عملیات نظامی ارتش میانمار و بوداییان افراطی در استان راخیم شروع شد که به آزار شکنجه حتک حرمت قتل و آوارگی صدها هزار مسلمان روحی مونجر منجر شد همکنون 800 هزار نفر مسلمان آواره در اردوگاه های بنگلادش در حال گذراندن زندگی هستند فاطمه موسوی اخبار شیه.